سلام از شما و دعوتتون. آقای دکتر، این چه دست گل تازه ای بوده شما آب دادید؟ یعنی چه هویت؟ هویت مذهبی به بچه هاتون بدین یعنی چی؟ جناب فروزنده، بنده دست گل آب نمیدم. شما همین جوری بغل بغل گل آب میدید و اون وقت به حساب من میگذارید. شما دو تا نکته رو عرض کنم. وقتی دوستان روی خط رادیو تشبیهند یا تلویزیون و از من پرسشی میکنن، من قرار هست که به پرسش کننده جوابم رو بدم، جواب مشخص معینی در ارتباط با ایشون. اما برای من یه بهانه‌ای و فرصتی به وجود میاره که احتمالا مطالب مربوط و حاشیه‌ای رو هم ارائه بدم. بنابراین در حالی که کوشش من این است که جواب اون فرد رو بدم به خاطر سوالی که کردن، ولی مطالب حاشیه‌ای رو مطرح میکنم. موردی که خوشبختانه هفته گذشته بهش اشاره میفرمایید در مورد پدری بود که حرفش این است که فرزند من 7-8 ساله است، مطمئن نیستم، و ما در خارج از ایران زندگی میکنیم و من و همسرم با وجودی که مسلمان هستیم، ولی اسلام را آنگونه که به هر حال برخی انتظار دارند انجام نمیدیم یا پرکتیس نمیکنیم. حالا این پرسش مطرح است که من در ارتباط با فرزندم باید به او چه بگم به گفتگوی و گفتاری از این قبیل. پاسخ من اولا در ارتباط با ایشون بحث این نبود که هویت ما هویت مذهبی ماست که از تالی اون برداشت کرد. بحث ایشون بود که ما هویت، من تنها نبودم دکتر، نه کاری به اون ندارم، من کاری به اون ندارم. بحث هویت دینی بود. عرض من این بود که اتفاقا دقیقا خاطرم از اینو خدمتشون عرض کردم، به دلیلی که اگر فرض کنید در یه مدرسه معلمی از شاگرد بپرسه بگه تو دینه چیه، یکی بگه من یهودیم، یکی من مسیحیم، فرزند شما نمیتونه بگه من بیدینم، بچه 8 ساله، و یا بگه من دین ندارم یا بگه من نمیدونم. عرض من درباره این بود که من و شما همطور که نام داریم قراره تو هر زمینه‌ای که میگیم ایرانی، حتی مثال زدم ما ایرانی هست، من ژاپنیم، یعنی ما باز در اینجا مسئله هویت به معنی آیدنتیتی است که ما با او آیدنتیفای میشیم، مسئله پرسونالیتی و شخصیت نبود. مسئله این است که عرض من این بود که اگر شما پدر و مادر مسلمانی هستید، فرزند شما باید بدونه پدر و مادر من مسلمانن، چون دین دیگه هم ندارید، و در نتیجه میتونه بگه من مسلمانم. به اتفاقا یه فرصتی پیدا شد که خدمتتون عرض کردم در کشوری که شما هستید، احتمالا برای اولین بار به عنوان یه مسلمان که در طول زندگیتون 96-97% مردم مسلمان بودن، میتونید متوجه بشید که بر سر اقلیت‌های مذهبی که تازه در ایران فشارهایی هم کم و بیش روشون بود چه آمده است، که اونا در جهت بیان عقاید خودشون هم با چه مسائلی روبرو بودن. اما فرزند شما نمیتونه به دلیل اینکه پدر و مادرش در این زمینه نمیخوان بگن چه هستن او هم نگه، او بیشتر گرفتار میشه و بعد میاد خونه و شما پاسخی که به اون میدید نمیدونم چی میتونه باشه. ولی اگر پاسخش این باشه که ما دینی نداریم و بعد بچه بره اونجا و این حرفو بزنه، یا اگر زده باشه وقتی مورد هجوم بچه‌ها و یا معلم که اصلا حقی همچین سوالی رو نداره، ولی اگر به خودش اجازه داره مطرح میکنه، اون بچه رو شما گیر و گرفتار میکنید. در حالی که اگر شما و همسرتون مسلمانید، داییش یا عموش یا پدر بزرگش یا مادر بزرگش هست، هیچ دلیلی وجود نداره که شما نگید که ما مسلمانیم. و بعدم حتی اونجا توضیح دادم که ای بسا، چون ایشون درباره اینکه چه اطلاعاتی بوده گفتم، ای بسا در صرف هر 6 ماه یه دفعه اگر موردی بشه 2-3 دقیقه توضیح میدید که فرض کنید ما دینمون اسلامه، پیامبر ما حضرت محمدن، کتاب آسمانی ما قرآنه، حالا چیزای دیگه هم اگر میخواید برید میتونید توضیح بدید، برای که او بدونه کی هست. همونطور که من اگر وارد مدرسه شدم انتظار این است که یک بدونم اسمم چیه، نمیتونم بگم اسم ندارم، و دوم این که اگر شغلم پرسیدن شغلم رو بتونم بگم. یعنی این هویت شغلی شماست، نام شماست، یا هویت ملی یا ملیتی شماست که میگید من ایرانی هستم. شما بدون اون بچه رو نمیتونید بفرستید. و بعد اتفاقا به دنبال اون این مسئله فکر میکنم همونجا بود یا یک گفتگوی دیگری بود که پیشنهاد من این بود که شما نمیتونید فرزندتون به یه مدرسه مذهبی بفرستید، یعنی کار درستی نیست که اصلا دینش با دین شما متفاوته و اونجا در معرض اون فشارها قرار بگیره. علاوه بسیاری از اوقات ما بچه‌هامون به مدارسی میفرستیم که زیر این بمباران هستن. دامی عرض من این نبود که من و شما با هویت ما دین ماست، من همچین بحثی رو نداشتم. عرض من این بود که هویت دینی یا هویت فرض کنید جنسی که زنم یا مردم یا هویت شغلی من یا حرفه من میتونه چنین و چنان باشه. تازه بگذارید
که اصولا یه بحث جدی جامعه شناسی است که اتفاقا فرانسوی‌ها شروع کردن، که در بسیاری از جوامع از جمله جامعه مانند ایران هویت فرهنگی و هویت دینی ما بسیار به هم شبیه و اصولا فرهنگ و دین آنچنان در هم آمیختن که تقریبا شما امکان تفکیکش رو ندارید. بنابراین در یه چنین جامعه‌ای یه دفعه شما نمیتونید یه بحث حتی به حساب خودتون روشنگری، نه حالا روشنفکری که من اون لغت رو درست نمی‌پذیرم، برای یه بچه 7 ساله یا 6 ساله یا 8 ساله تو مدرسه داشته باشید. و ضمناً نظام باورها و اعتقادات رو کودک پیدا میکنه، یعنی از یک سالگی بچه به یه باورهایی و عقایدی میرسه و در 7 سالگی هم شکل و فرم میگیره و بعدش هم اون رو ارائه میده. در یه چنین شرایط و وضعیتی من و شما قرار تکلیف این موضوع رو روشن کنیم و الا اون ذهنی نیست، حتی این مثال زدم، یه کاسه نیست که خالی بمونه 20 سالگیش بره خودش برای خودش تصمیم میگیره. اون اگر شما به عنوان پدر و مادر پر نکنید، روش نام نگذارید، از طریق معلم، از طریق وسایل ارتباط جمعی، از طریق بچه ها، حتی برخی از اوقات با حالات و احساسات بدی میتونه پیدا کنه. مثل بسیاری از بچه ها که خیلی ما در این زمینه کمکشون نمی کنیم، یه دفعه میان به خانه، برای که من صدها مورد داشتم، سخت ناراحت هستن که من امروز معلمم یا بچه ها گفتن چون تو این دین رو نداری تو میری به جهنم و چنین و چنان خواهی شد و خدا با تو چنین و چنانه. بنابراین در این گونه موارد من و شما نمیتونیم بی تفاوت و بی طرف باشیم. در این گونه موارد صلاح اینه، البته دوست دارید، پدر و مادری هستید، مسیحی هستید، به فرزندتون میگید ما مسیحیم، دایش مسیحیه، عموش احتمالا مسیحیه، چون این ادیان کاملا جنبه تاریخی و جغرافیایی و ضمن خانوادگی دارن. بنابراین بچه هم تکلیفش روشن مانند بقیه است و شما نمیتونید بهش بگید تو دین یه چیز دیگه است مگر اینکه واقعا باشه. و دوم نمیتونید بگید ما تنها گروهی هستیم وسط این همه بچه، اونم تو اون سن و سال که تو فرزند نداری. اگر فرزند شما به جای 7 8 سالگی 18 ساله بود یا 28 ساله، معلوم بود پرسش و پاسخ اصلا چیز دیگری بود. ولی بنابراین بحث در این باره نبود که ما باید اعلان هویت مذهبی بکنیم، بحث عبارت از این بود که من محل تولد دارم، تاریخ تولد دارم، اسم دارم، پدرم شغلی داره، مادرم شغلی داره، کشوری دارم، ای بسا در داخل یک کشور من میتونم کرد باشم، من میتونم ترک باشم. برای اینا چیزایی است که بچه باید بدونه و باشم راحت باشه و ضمناً ما قرار نیست یه احساس بدی راجبش داشته باشیم که یه پیام بد و منفی همراه با شرم و خجالت یا ترسی رو در بچه به وجود بیاریم. بنابراین فکر میکنم که اون گفتگو رو اگر دوستان داشت ببرن ببینن، خواهندید بحث من این نبوده که کودک باید هویت دینی داشته باشه، بلکه عرض و این بود که وقتی در مقابل این پرسش قرار میگیره، ایشون هم نامش رو این رو گذاشتن، اون نام باید بر روش مشخص باشه برای که خاطرش واسطه است. اگر کسی فکر میکنه که بهتر بچه های ما ندونند، من خوشحال میشم از نظر روانی، نه از نظر مذهبی و اعتقادی، به من بگن استدلالشون برای سلامت بچه، آرامش بچه چگونه است. بسیار متشکرم از توضیحتون، به خاطر اینکه این شبه فقط برای من به وجود نیامده بود. من 3-4 نفر دیگه هم حتی بهم تلفن زدن و گفتن این اظهار نظرش همون برداشت من رو داشتن از قضیه. ممنونم که روشنش من یه نکته کوچولو عرض کنم. ببینید جان به فرزند مشکل دارم با این مسئله. من یک نکته کوچولو عرض کنم تو بریم سراغ مشکل جناب دکتر نیری. میخوام این عرض کنم که شما وقتی در یه فرصت کوتاهی قرار یه موضوع نسبتا مهمی رو بشکافید، گرفتاریز من بارها خدمتتون عرض کردم و حتی تو صحبت‌هام بوده، وقتی شما مطالب اینقدر کلی بیان می‌کنید باید بدونید حتما اشکال داره، حتما ایراد داره، حتما در خور اعتراض و انتقاد هست، برای که فقط وقتی میتونید این مسئله رو یا هر مسئله روشن کنید که به اندازه کافی زمینه رو بسازید، پایه‌ها رو با هم توافق بکنید، استدلالا رو بکنید، نتیجه گیری ها رو بکنید. و الا وقتی شما درگیر گفتگوهای کوتاه مدتی ترمینید، این که همیشه به طور جرأت میتونم بگم هزار بار رو خط رادیو یا تلویزیون عرض کردم این گفتگو نه کار روان درمانیه و نه بحث سیستماتیک علمیه و نه اصلا یه گفتگوی خاصی است. به همین جهت که حتی پنجشنبه ها رو بعد از این گفتگوهایی که داشتیم در رادیو همراه ساعت 4 تا 6 قرار گذاشتم تحت عنوان دانش و بینش و نگرش که فکر کنم هفته گذشته اشاره کردم برنامه داشته باشیم، به اتفاق از آقای دکتر نیری خواهش کردم که در جلسه اول باشن. شما میدونم اینجا گرفتارید، ولی اگر شما هم آزاد باشید خوشحال خواهیم شد که اونجا من مسائل رو من مطرح کنم و اون وقت ببینیم که چه جواب میدیم، ببینیم دست گلار اون وقت کی به کجا آب داده. جواب دکتر ببخشید آقای فروزنده، اگه اجازه بدین پیش از اینکه به مطلب دکتر هلاکویی که من سوال و یک کمی مشکل برام ایجاد شده
مطرح کنم، چون شما چند تا نقل قول از آلبرت اینشتین کردین، اینشتین و نیچه و نیچه، بله. من به عنوان کسی که حالا به حال فیزیکدان هستم و شناخت بیشتری دارم نسبت به بعضی افراد، فقط اجازه بدید که منبعشو بگم. کتابی هست که مصاحبه آقای رامین جهانبگروز با شخصیت ارجمند ایرانی آقای داریوش شایگان. این جزء پرسش های رامین جهانبگروست از آقای شایگان. خب ببینید، من میخوام بگم که در عصر، ولی نقل قول رو کی کرده؟ آقای شایگان کرده؟ نقل قول رو رامین جهانبگروز. خب ببینید، ما الان در یک عصری هستیم که یک حسنایی داره، عصر اطلاعاتی ارتباطاتی. شما خودتون حتما دیدید گفته هایی یک دفعه توی فضای مجازی میاد که عجیب غریبه، نسبت هایی که به مثلا فرض کنید به کوروش میدن، به داریوش میدن، به پیامبران مختلف میدن، حالا پیامبران دین هم همینطور، پیامبران علمی هم همینطور، که اساسا باید اینا واقعا بررسی بشه چقدر درسته. به قول یک چیزی الان داره روی فیسبوک میچرخه، من خیلی دوست دارم، که ابراهام لینکلن میگه که من ابراهام لینکلن هستم و به شما دارم تذویر میدم که این حرفایی که از قول من زده میشه رو من نگفتم. من نمیدونم که، من تا حالا این صحبت ها رو از اینشتین نشنیده بودم. از همه اینا مهمتر به نظر من این نیست که آدم ها چی میگن، از همه مهمتر اون چیزی که به نظر من قابل استناد هست این هست که چه نوشتن. و برای من الان قابل استناد ترین چیز آخرین نوشته اینشتین در آگست 1955 1955 فوت میکنه و این نامه رو در سال 1954 نوشته و دستخط خودش هست. این 3 سال پیش در ایبی به مبلغ $3 میلیون به فروش رسید. اجازه بدید که من، البته نامه مفصله، من فقط بخشی از اون رو ترجمه کردم به فارسی براتون بخونم. این نامه ای هست که اینشتین درست یک سال پیش از مرگش در پاسخ به کتاب یک فیلسوف یهودی به نام اریک گودکیند نوشته، که اسم کتاب ایشون بوده زندگی را انتخاب کنید، فراخوان بیبلیکال، کتاب مقدس، به شورش. دو پرسش این فیلسوف از اینشتین کرده، از آلبرت اینشتین، که نظر او راجب خدا چیه و نظر تو راجب قوم یهود چیه. و در هر دوی پاسخ کوتاهی که من انتخاب کردم، میگم دوستان اگه علاقمند باشن این نامه اصلش به زبان آلمانی در اینترنت هست، میتونن برن نگاه کنن با دستخط خود اینشتین. اینشتین میگه که واژه خدا برای من چیزی جز بیان و حاصل ضعف‌های بشر و کتاب مقدس، مجموعه ای از اسطوره‌های ارجمند اما بدوی نیست. او در مورد اینکه یهودیان یا هر ملت دیگری میتوانند برگزیده باشند در پاسخ اریک گودکیند می نویسد که برای من دین یهود مانند تمام ادیان دیگر تجسم بچگانه ترین خرافات است و برای من قوم یهود که خود مفتخرن به آنها متعلق هستم و با ذهنیتشان بستگی بسیار ژرفی دارم، هیچ تفاوت کیفی با مردمان دیگر ندارد. تا آنجا که به تجربیات من مربوط می شود، این مردم از گروه های انسانی دیگر بهتر نیستند. من نمی توانم هیچ چیز برگزیده ای را در آنها ببینم. من فکر می کنم از این شفافتر و مشخصتر یک، بله اووردن لطف کردن دوستان، این دستخط خود آلبرت اینشتین هست و فکر نکنید من از خودم در آوردم. چیزای دیگه‌ای که گفته میشه من واقعا نمیدونم سندیتش کجاست، در کجا هست، در چه زمانی آیا گفته شده، ممکنه اینشتین نظرتش هم عوض شده باشه. ولی خب چون الان مثلا در دنیای مجازی گفته میشه که اینشتین به علت مکاتباتی که با آیت الله بروجردی داشته به دین شیعه جعفری گرویده یا چیزهای از این دست، خواستم بگم دیگه از این روشنتر به نظر من نمیتونسته ایشون پاسخ خیلی رو بده. اون گفته ها من نمیدونم واقعا آیا اینشتین گفته یا نگفته، تا حالا من نشنیده بودم. اگرم گفته
به نظر من باز هم تکرار میکنم چون این آخرین سندی هست که از او به یاد مونده. خیلی هم میگن آدم ها مرگشون مذهبی تر میشن. اینشتین یک سال قبل از مرگش این رو با دستخط خودش به یکی از معروفترین فیلسوفای یهودی اسرائیلی گفته. در نتیجه فکر میکنم برای من این مستندترین چیز در مورد افکار آلبرت اینشتین باشه. حالا جالبه که اون قصه های بچگانه رو دقیقاً با دکتر هولاکوی ما جلسه اول بود راجع به صحبت و مطلبی که وقتی جناب دکتر نیری اشاره میکنن که بعد از ای بسا 60 70 سال نقل قولایی که میکنن عجیب و غریبه، دوستان معمولا ظرف یه هفته نقل قولایی که از بنده میکنن عجیب و غریب است. خودم هم تازه حی و حاضر هنوز زنده ام. بنابراین اصلا تعجب نکنید. به همین جاست که آی دکتر ببینید، اولا بگذارید چند تا نکته رو عرض کنم. مورد اول اینه که بسیاری از اوقات شما در زمانهای مختلف شرایط مختلف حرفی رو میزنید ولی اصلا این حرف با اون دقت لازم نیست، اصلا در یه چارچوب خاصی است. یه بچه به شما یه چیزی میگه، امروز یه پسری اومده بود 8 سال و نیمی رو خط من، چهار دفعه من گفت قربونت برم قربونت بشم. بدونید اصلا اون من که نمیتونم اینو جدی بگیرم که اون داره چی میگه و اصلا متوجه. یه بچه 8 نیم ساله از اروپا به من تو از نروژ. حالا علت که عرض میکنم یکی اینه، دوم این که بسیاری از اوقات اینا رو توی اون چارچوبی که بحث و گفتگو مطرح هست رو شما میتونید ارائه بدید. اما مطلبی که آقای دکتر گفتن بسیار مهمه. آدم ها یه جایی که با یه دقتی در مقابل یه سوال جدی و اونم در یه مرحله‌ای که یه آدمی آگاه ازشون پرسش میکنه و مواظب و مراقبن، اونم خودشون میگن یا مینویسن، اون سنده. اصلا مهم نیست تو چه مهمونی چه گفته. بنده خیلی از اوقات ممکنه بسیاری از دوستان اصلا باوری به انشالله و ماشالله ندارن، ولی شما میگین انشالله تو خوب بشه، میگین انشالله حالم خوب بشه، ولی اصلا مقصودش واقعا نیست که من منتظرم ببینم اگر خدا بخواهد یا نخواهد، کاری به اون نداره. و در تمام مدت بیماریش یک آنم به اینکه از یه جایی یه نیروی برسه شفایی پیدا کنه یا نکنه نداره. به همین جهته که شما اشاره فرمودید، من برخ از وقت سر کلاس دوستان بلند میشن میگن تو اینو گفتی، میگم ببینید همین الان اینجا من گفتم، شما دارید بهم میگید اینو گفتی. از نظر علمی هم دقیقاً فکر کنم دفعه قبل خدمتتون عرض کردم ما تمام مدت برداشت و دریافت خودمون رو میگیم. حالا اگر در اینجا دقت نکنیم و ضمناً هم دلمون بخواد چیزی رو ثابت یا رد کنیم، اصلا جایی برای گفتگو نمونه. بنجاست که برتراند راسل جمله قشنگی داره، میگه آنجایی که باید خورشید را پرستید قوانین حرارتی هرگز درک نمیشود. اون روزی که من قرار خورشید برس باشم، من دیگه راجع به نور و حرارت اصلا چه حرفی میتونم بزنم؟ و این اون گرفتاری است که تو این گونه موارد واقعا دقت لازمه. به همین جاست که من بارها عرض کردم که اگر، و بعدم یه موضوع بسیار مهم، هر آدمی بیش از هر کس دیگه حق داره که بگه مقصود من، منظور من از جمله‌ای که گفتم چه بود، قبل از اینکه دیگران براش تفسیر و تعبیری قائل بشن. یعنی این حق اون آدمه، برای که اون تجاوز به حریم و حقوق اون آدمه. علاوه شما در بسیاری از موارد گرفتاری، اتفاقا تو همین بحث‌های مذهبی میدونید که شما اگر بگید لا اله الا الله نجات پیدا میکنید. میگن عارفی را گفتن که چرا لا اله الا الله نگویی تا برهی، گفت ترسم که در لا بمیرم و به الا نرسم، پس الله ما را بس. یعنی نمیخوام میگم لا اله الا الله مردم چی؟ میگن تو که ضد خدا بودی گفتی خدا نیست، بنابراین لاشو نمیگم، الاش هم نمیگم، همون الله برای ما کافی است. و همینجاست که تو این گونه موارد استناد به اونا. یا مطلبی که فرمودید، اگر اجازه بدید من یه بحث کوچکی بکنم که هفته گذشتم باش بود، چون تو دو تا نکته‌ای که هست داری اشاره فرمودی یه پیچ کوچکی هست که اونو باید روشن کرد، بگذریم ازش. یک، مفهوم علم در زبان فارسی و بیشتر زبان‌ها یه لغت دانستن در مقابل ندانستن و مسئله آگاهی در مقابل ناآگاهی و اصولا در مقابل جهل و جاهل قرار میگیره. همینقدر که استالی میدونید الان سردتونه، این یه علمه. همینقدر که میدونید همسرتون گفته من شب با تو صحبت میکنم، یه علمه. بنابراین ما یه مفهوم عام میداریم از علم به معنی داشته و دانسته و ندانسته، و این مفهوم دقیقاً اون مفهومی است که اصولاً در ادیان راجبش بحث شده و در جامعه بحث بوده. به همین جاست که وقتی عالم بی عمل میگن به این کار دارن، یعنی این یه موجودی است که علمی داره، دانسته‌ای داره، بر مبنای دانستش حرکت نمیکنه. اون چیزی که هفته گذشته آقای دکتر نیری و من صحبت کردم، قصد اون این علم نیست. قصد ما ساینس به معنی آنچه که محسوس و ملموسه و
قابل آزمون و آزمایشه و مفهوم علم یه درک و برداشتی از یه واقعیت فیزیکی و مادی جهان. دقیقا مشکل همینه ها دکتر هولاکویی که شما بازم دارین تکرار میکنین، اینه که ما واقعا زبان نداریم، برای اینکه ما تولید نکردیم ساینس. ببینیم در انگلیسی ما اون رو میگیم نالج مقابل ساینس، و کاملا برای یک لاتین زبان مشخصه ما این نداریم متاسفانه در فارسی. یعنی ما هر دو رو به علم یا دانش استفاده میکنیم و متاسفانه خیلی متوجه این تفکیک نیستن. ببینید در زبان فارسی ما میگیم علم صرف و نحو. صرف و نحو علم نیست، صرف و نحو یه دانشه است، یه قراره، و بنابراین ما چیزی به اسم یا علمای اعلام، آدمی که میدونه در تورات یا انجیل در قرآن کریم چه هست، که معناش نیست که عالمه، معناش عالمه به این کتابه. درست به سستالی که کتابی رو بخونید، حالا خبر از محتوای این کتاب دارید، شما عالمی به اون کتاب، ولی معناش نیست که شما دانشمندید، ساینتیست شما نیستید. یعنی این تفکیک رو باید کرد. برای وقتی شما فرض کنین جمله اینشتین رو میخونین، کسی من نمیدونم اینو گفت یا نه، که نمیدونم اگر کسی دین داشته باشه مثل که کوره اونه باشه فلانه، اصلا به نظر من معنا کدوم علم؟ آیا علم به مفهوم نالج، به مفهوم اون ترکیب اصلی و اساسی، دانسته در مقابل ندانسته، علم در مقابل جهل، یا علم در مقابل آزمون پذیر بودن و آزمون پذیر نبودن؟ به همین دلیل که تمام کوشش من در اون جلسات این بود که بحث خدا، که الان هم کارگردان فنی اومدن راجع به روح صحبت کردن، بحث خدا، بحث روح، بحث ساینس نیست، به علم ارتباطی نداره. شما میگید یه علم دیگری است، خیلی هم مهمتره، علم فراگیره، علم لدنیه، هر چی بخواید اسمشو بذارید. اصلا علم لدنی یعنی چی؟ از جانب او، یعنی یا از جانب من، که این چیزیست که شما معنی دانست است، مخلوطش نباید کرد. برای اینشتین میتونه بگه که علم بدون خدا اصلا کوره، من میتونم بفهم اون علمو، برای که ماجرای دانسته ها بر مبنای یه نوریست که در یه جامعه مذهبی برای شما اهمیت داره. به نظر اینشتین که های دکتر نیری خوندن در مورد ابتدایی بودن و خرافی بودن این کتب مقدس، در مورد اینا چه نظری؟ شما اگر میخواید باز دردسر درست کنید، من دردسر برای خودم درست کردم، من خدمتتون عرض کردم این داستان ها کودکانه است، حتی به نظر من به 6 7 سالگی نمیرسه، چون در 7 سالگی شما یه مفهوم قیاس دارید که در این داستان های 2 3 سالگی نیست. بچه 3 4 ساله قصه ها رو اینجوری میگه، این یه قصه است و تازه سنداش هم از قبل، از سالها قبل وجود داره، یعنی ای بسا به 2000 سال قبل میرسه. حتی ترکیب این اسناد معلومه، این تیکه به اون تیکه کی وصل شده، که این اصلا از یه جای دیگه است، این از یه جای دیگه است. بنابراین و خدمتتون عرض کردم در یه داستان حداقل من اگر بگم شما 3 سالتونه، نمیتونم بگم ضمناً 4 تا فرزند دارید، آخه اینا با هم نمیخونه. چون توی 3 ساله باشید 4 تا فرزندم داشته باشید، در چارچوبی که شما رو 3 ساله با مفهوم 3 ساله و فرزند داشتن که ازدواج کردی 4 تا بچه دارید، این داستانا همش پر از این تضادهاست، پر از این تضادها و تناقضاست که قدم به قدم درش هست. و این تمام کوششی بوده که آقای دکتر و من داشتیم که شما ماجرای ساینس و علم رو کفته گذاشتم، بنده اشاره کردم که به جهان حسی و مادی ما مرتبطه و به طبیعت و نیچر مرتبطه، متعلق به فیزیک و شیمی و بیولوژی و رشته‌های تجربی قبل از همه بقیه رشته‌ها بدونید. شما میگید یه علم الهی وجود داره، یه عرفان وجود داره، یه شناخت وجود داره، شما معتقدید هست، یه عده معتقدن هست، خب دارن، در جهان هم ازش استفاده شده. ما یه علم داریم، یه فلسفه داریم، یه باور و اعتقاد داریم، شاید سیستم های دیگه هم باشه، عرفان هم یه ترکیبیست از فلسفه و اعتقاد، به علم ارتباطی نداره. اونجا که میان اینجا کار خودشون رو خراب میکنن و گرفتاری به وجود میرن. بنابراین اون چیزی که اینشتین داره میگه، اون باورها و اعتقادات، حتی میگه من مفتخرم به این باورها، ولی این باورها ارتباطی به موضوع نگاه علم و علمی من نداره. متشکرم. شما مثل اینکه در مورد مسئله هویت زاویه داشتید و آقای دکتر من بذارین متوجه شم که چون این حرفی که دکتر هولاکویی زدن خیلی جالبه، برای اینکه نمیدونم در اون جلسه دکتر هولاکویی بودن یا شما هم بودین یا نه، که چند وقت پیش آقای استاد ایرج پزهزاد در UCLA صحبتی میکردن و بحثم شد در مورد طبیعتا همیشه به کتاب دایجان ناپلون ایشون میکشه، و جالب بود که تعداد زیادی از شرکت کننده ها میخواستن بگن که آیا منظور شما این نبوده، این نبوده منظور شما،
و ایشون چندین بار تکرار کرد باور کنین منظور من در این کتاب فقط نشون دادن این اختلاف طبقاتی و آمدن یک طبقه جدید تحصیل کرده بود که چون از طبقات فرض کنید پولدار قدیم نبودن مورد اقبال خانواده های اصل نسب دار قدیمی قائل نمی شدم. من هیچ منظور سیاسی نژادی هیچی نداشتم. چندین بار آدم ها اومدن تفسیر خودشون بودن و ایشون بودن خب اینم شما تفسیر شماست، ولی من نظرم این نبوده. بنابراین این چیزی که دکتر بلاکوی میگن درسته و خوشبختانه که حالا خودشون حاضرن خیلی خوب هست که برای ما روشن کنن این مسئله رو، چون ممکنه حتی آدم اشتباه برداشت بکنه. بعدم شما مطلب دفعه قبل رو چون من متاسفانه یادم رفت سی دی 8 علم و شبه علم رو چون مورد حالا که بحث حل اختلافات تا ما هم به تفاهم برسیم شاید به توافق برسیم. شما بذارید من در مورد هویت مسئله‌ای ندارین. نه نه من هنوز ما نکردم. من گفتم دوست دارم که میخواین چیکار کنم. اول نه نه شما صحبتتون رو بکنید بعد. من متوجه نشدم که آیا این رو اجازه بدین تموم شه حرفم بعد شما همه رو جواب بدین. متوجه نشدم که شما دارید در مورد جامعه ای صحبت میکنید که فرض کنید مثل جامعه ایران یک جامعه یک حکومت دینی هست که مردم به راحتی نمیتونن فرض کنید بگن که من بیدینم و اون ممکنه مثلا برای بچه ها مشکل ایجاد بشه، یا به طور کل دارین مثلا در خود آمریکا هم شما یا کشورهای اروپایی هم نظرتون اینه که بچه ها نگن که مثلا نمیدونن به چه باور دینی اعتقاد دارن. این پرسش منه. من خودم فکر میکنم برای من که دوست دارم که نظر شما رو بدم حقیقتا بگم، من فکر میکنم جامعه ایدئال یه جامعه‌ای که ما به عنوان بزرگسالان برای بچه‌هامون تصمیم نگیریم که باید چه گرایش فکری یا دینی داشته باشن. حتی من فکر میکنم اگه بشه در یک آینده ایدئالی ما حتی نام‌هایی که برای بچه‌هامون انتخاب میکنیم موقت باشه، چون من به شخصه خودم خیلی دارم میشناسم که از نامی هم که از طرف پدر و مادرشون انتخاب شده ناراضیان، و بذاریم بچه‌ها واقعا به وقتی که به سن بلوغ فکری رسیدن تصمیم بگیرن که چه هویتی رو میخوان داشته باشن. اصولا من مشکلم اینه که هر نوع هویتی رو که ما به بچه‌هامون انتقال بدیم، من از خود شما این رو در واقع یاد گرفتم، این به نظر من در بزرگی‌ها مستقل از اینه که شما چه تخصصی پیدا بکنین مشکل ایجاد می‌کنه. یعنی کسی که می‌بینین دارای تخصصی هست که دکترای ژنتیک داره، برنده جایزه نوبل، ولی اعتقاد به بازگشت مسیح داره، اعتقاد داره به این که فرض کنید که قرار هستش که در زمان حیاتمون ما بازگشت مسیح رو ببینیم، اینا برای من خیلی عجیب غریبه. ایشون یک فرد شدیداً مذهبیه علارغم اینکه خب جایزه نوبل هم گرفته، ولی من فکر میکنم اینها دقیقاً برگشته به اون دورانی که این در واقع در دوران بچگی یه جوری ماها بچه هامون رو من فکر میکنم شستشوی مغزی میدیم. ما فکر میکنم که اصلا اجازه همچین کاری رو نداریم. ما حق نداریم به بچه هامون تعیین و تکلیف بکنیم که چه نوع هویتی رو باید برای خودشون برگرد. در ایران من میفهمم، ولی مشکلش این هست که ما وقتی بچه هامون رو به این ترتیب به وجود بیاریم، یک سری بچه هایی رو به وجود میاریم که آدم هایی رو در آینده به وجود میام چنان که الان در جامعه ایران هم اتفاق افتاده که درو ریاکارن، در اندرونی و بیرونی دو رفتار متفاوت از همدیگه نشون میدن و آثارش هم من در مورد جوان ها و شاگردایی که از ایران میان به اینجا کاملا دارم میبینم و تفاوتشون با بچه هایی که فرض کنید در کشورهای غربی بزرگ شدن. من این اشکال رو دارم میبینم، یعنی این هویت انتخاب کردن بزرگسالان برای بچه هاشون به نظر من یک جور شستشوی مغزی دادنه. ببینید آقای دکتر، در صحبت‌های خودتون سه چهار تا نکته بود، منم یه اشاراتی بهش داشتم. اینکه شما من بفرمایید العلم و فسقر کل نقش و فل حجر، آگاهی که ما در کودکی به بچه‌ها میدیم مثل زغن روی سنگ نوشته است و میمونه، یکی از اون باورهای متاسفانه واقعی و جدی است. یعنی بدون تردید اون چیزی که من و شما در چند سال اول زندگی میآموزیم، بهش اعتقاد پیدا میکنیم، باش حس و احساس داریم با ماست. همینجاست که من و شما درباره مادرمون یا پدرمون یه نظری داریم که راجبه یه زن و مرد نداریم، درباره مادر و پدرمون داریم. برای ما هزار گونه متفاوتن تا اینکه اگر اونها همسایه ما میبودن، یعنی همون پدر و همون مادر. پس درش تردید. اینکه من میفرمایید آدما در رده های بالای علمی همچنان گیر و گرفتاری های
اعتقادی دارن، متاسفانه درسته، حتی من امیدوارم کسی را اذیت نکنم، بیشترین دوستان مارکسیست رو من قبل از اینکه مارکسیست ببینم مذهبی دیدم. یعنی اصلا من فکر کردم اینا دست از باورها و اعتقادات مذهبی هستن، اینا مارکسیست هایی هستن که در حقیقت روی باورهای مذهبیشون گشتن، یه ذره بهشون فشار بیارین میزنی بالا. من دوست مارکسیست مارکسی داشتم که حاضر نبود اسم پیروان ادیان دیگر ببره، چون یکی از این ادیان مثلا برایش زشت بود، یعنی میگه اونا مثلا، یعنی اینقدر گیر و گرفتار بود. بنابراین اون حرف دیگر شما رو هم کاملا کاملا میپذیرم. اشکال کار مسیر رشد کودکه، که کودک در مسیر رشدش مقدار پرسش‌ها داره که پاسخ براش میخواد و اینو پدر مادر نمیتونن متوقف کنن. یعنی درست مثل این که من تو مثال تندیه، خیلی هم نمیخونه، من به بچه بگم زبون یاد نمیدی بره 20 سالگی خودی زبون انتخاب کنه. اشکال کار اینه که کودک در اون زمانی که 1 سالشه و 3 سالشه و 7 سالشه و 12 سالشه پرسش‌هایی داره و پاسخ میخواد. اگه ما بگیم نمیدونم چه اشکالی داره، بعد میره میگیره از دیگران. چون ببینید دقیقاً ارزوان این بود، این ظرفی نیست که شما خالی نگرش داری، حتی کمکش کنید خالی نگرش داری. یعنی بهش بگید پسرم دخترم، مبادا کسی راجع به خدا بود و نبودش بترسه، مبادا راجع به دین صحبت بکنه، مبادا چه اینکه بذار کنار، امکان نداره. شما یه بچه ای رو بیاری تو این جوامعی که صبح تا غروب این موضوع از جانب معلم و همشاگردی و وسایل ارتباط جمعی و همه اینا مطرحه و او با این موضوع آشنا نشه و ناچار انتخاب نکنه، درست نیست که شما بگید انتخاب لباس تو رو من به عهده خودت میگذارم، از یه جای دیگه میره. شما به فرزندتون درباره مسائل اعتقادی و مذهبیتون حرفی نزدید، مطمئن باشید در 7 سالگی و 17 سالگی فرزند شما یه مجموعه از باورها و اعتقاد داره که اتفاقا اینا از جانب کسانی است که مسئولیت ندارن، غالبا آدمای تبلیغاتی هستن. تو همون گفتگویی که جناب فرزنده بهش اشاره کردن، من دقیقاً مثلا این بود که میرسم به راه درستش، که پدر و مادر اگر اینا رو به بچه‌ها ندن، نوع خطرناک افراطیش رو بچه‌ها پیدا می‌کنن، برای که یه عده منتظر شکار اون آدمایی هستن که به فرموده شما شستشوی مغزی نشدن ولی مغز خالی خالی دارن، اونها اتفاقا خطرناک‌ترن. شما فرزندتون رو بیارید بذارید تو حتی مدرسه عادی امریکا که حتی بحث مذهبی نیست، مطمئن باشید بعد از چند ماه به خاطر گفتگوهایی که از دوربر میشنوید کاملا تبایلات و گرایش‌های تند و تیز مذهبی پیدا میکنه. اصلا چرا مذهب، سیاست و فلسفه برای جوان خطرناکه؟ برای که ذهن خالیشه که او رو به افراط میکشونه، چیزی که بتونه در بزرگسالی اشکال نشه باشه. اون چیزی که توصیه میکنن همونطور که خدمتتون عرض کردم این است که در چند دقیقه، حتی من اونجا اشاره کردم، مبادا بری سراغ تاریخ، مبادا برید سراغ نمیدونم با ما چه کردن، چون خشم رو و ترس رو و اندوه رو و انتقام رو در بچه شما پرورش میدید وقتی بگید با ما چنین کردن یا با ما چنان کردن یا ما چنین و چنان بودن. آخه اونم وارونه اون ورشه، به نظر من اون کارم اشتباهه که ما بگیم چیکار کردن چیکار. از من همین بود که شما با تاریخ، اونم این تاریخ، حتی خدمتشون عرض کردم حالا که ادیان که بنده باور ندارم ادعای اخلاق میکنن، معتقدن در یه اصولی مشترکن، بیاد اون اصول قابل قبول بی ضرر بی خطر رو که هر کسی یه اسمی داره، هر کسی هم یه دینی داره، هر کسی یه مادر و پدری داره، ما هم یه زمینه ای داریم نسبت بهش کم اهمیتیم، همطور که شما هم تو صحبتون، امتیازی نداریم، برتری نداریم، ما با هم متمایزیم، تو تویی و من منم، اسم تو علی، اسم من فرهنگه و تمام، هیچ کدومش هم نه از اسم دیگه بهتره نه بدتره نه چیزی. دقیقا. یعنی این اون پیامی است که ولی بچه در سنین کم وقتی که در مقابل پرسش قرار میگیره که تو چی هستی، بقیه هویت دارن، مسئله داره. یعنی اون چیزی که عرض کردم اینه که در مسیر رشد باید مواظب بود. به همین جاست که توصیه اینه که بچه‌ها رو نگران نکنید، خشمگین نکنید، اعتقادات رو به عنوان تنها اعتقاد و به عنوان درست و به عنوان خوب و بقیه رو به عنوان بد، اینا رو به عنوان دوست، اونا رو به عنوان دشمن در نیارید که ذهن بچه آروم بگیره. و به همین است که شما تو بسیار از این کشورهای حتی امریکا یا اروپا بچه ها معتقدن مسیحی هم ولی مسئله با بقیه هم اصلا ندارن، چون مسیحیت چون انقدر رقیق است و رویشون تبلیغاتی نشده کد نره. و باز به همین جهته که من با مدارس خصوصی مسئله دارم ولی با مدارس خصوصی مذهبی حتما مسئله دارم، برای که اینجا دیگه ازشون انسان نمی سازن، از اینا فقط
قربانی میسازند که یا قربانی بشن یا قربانی بکنن دیگران. زیاد دیدم کاملا. به همین جهت است که شما در مقابل یه واقعیتی قرار گرفتید که یه انتخاب بکنید. درست مثل که شما مجبوری در خصوص غذا انتخاب کنید، شما مجبوری در خصوص لباس، در خصوص نوع دوست، و چون اونام به گونه ای مطرحه، ناچار پدر و مادر اگر این رو خیلی آهسته عرض کردم، حتی به من بگید سالی 2 دقیقه 3 دقیقه، اونم تازه وقتی بچه سوال داره، حتی خدمت اون دوست عرض کردم، چون جواب فروزنده شنیدن، گفتم مثلا من بنشونمش به بچه‌م، گفتم برای چه بنشونیدش؟ شما گفتم اولا خودتون خدمتشون عرض کردم، حتی 90% مردمان باورمند در این جهان حتی یک بار کتاب آسمانی خودشون رو نخوندن و از محتوای اون خبر ندارن. گفتم اولا از شما از کجا هست، شما میدونید چی میگید، شما یه برداشتی از صحبت‌های دیگران راجع به باور خودتون کردید، مثل که من برم به یکی بگم به نظر تو باور من چیه، و حالا میخواید اینو به بچه بدید. بعدم عرض من این بود که شما با این مقدار نام مسئله رو به آخر میرسونید و پرونده رو میبرید و اصلا موضوع رو مهم جلوه نمیدید که بچه براش مهم باشه. برای این وقتی هم که تو جمع هست دیگران رو یه چیزی میمونه، اینطور که اسم متفاوت داره اون حالو داره. اون عرض من بود، چون اون چیزی که شما میفرمایید، البته گفتید به جامعه ایدئال، ولی به نظر من به انسان در مسیر رشدش این کار نمیشه کرد. یعنی شما مجبورید پاسخ به پسر 3 سال 5 سالتون. من پسر بزرگم پرهام اینقدر شبا منو ساعت 2 و 3 و 4 و 5 بعد از نصف شب بیدار کرده که من از تو سوال دارم. من نمیتونم بشم پسرم بزرگ بشی خودت بعدن برو تحقیق کن بفهم. من اون جواب میخواست و اصلا نمیتونست بخوابه. اون براش مهم بود که نظر من رو بدم، و مهمش اینه که شما آنچه رو که مطمئنید، اونم بدون حمله و اعتراض به کسی، در حدی که بیان مقدار واقعیت هاست و بهش بدید اگر اصلا واقعیتی داره، و بعد حرف این است که همچنان در رو برش باز بذارید که او بتونه سوال کنه و بحث کنه و بدونه. باید در برای پرسش کردن باز گذاشت. به نظرم مشکل از اونجاست که راه ما صحیح ترین راهه، و اون حس تنفری که به نظر من از بچگی ایجاد میشه نسبت به دیگر اندیشه ها و افکار، اون بسیار خطرناکه. جناب فروزن میخوان ما رو یه جایی ببره. من میخوام نمیخوام اولا من یه نکته کوچولو توضیح بدم، میدونم شما همه کارید، ولی بذارید یه جمله بله الان بینندگان عزیز دارن تشخیص بدن میدونم چی چی جامعه کار هست. جناب فروزنده عزیز ببینید، شما درباره فرزند 7 ساله شما بیاد بگه تولید مثل چجوری، رابطه جنسی چیه، شما نمیتونید بگید صبر کن 18 سال. شما مجبورید حتی از نظر علمی چی میگن اول ببینید اون چی میدونه، به دلیلی که برخی از اوقات دلیل داره. آخه من با این مشکل دارم، من فکر میکنم بدآموزی خیلی بدتر از بی‌آموزیه، چون اون بدآموزیه وحشتناک میکنه کارو. بچه به نظر من روش اینه که به بچه چی بشه؟ بچه 8 ساله اومده پیش شما میگه باید جامعه رو واقعا آموزش داده. نه نه نه، شما بچه 8 سالتون جواب بده دکترم. من میخوام خودم برم یه ذره دانشمو اضافه کنم. اونم قبول، ولی فرمودید دانشم اضافه شده. توضیح نه توضیح بعد داد. من میگم بد ندین. آخه این که مثلا شما گوشت قربونی بودین یا مرغابی تو رو برداشتین، حالا حرف درست نه اتفاقا برزان ترجمه. اگر بچه 8 ساله من چون الان مثال بیاد به من بگه درباره مسائل جنسی، اولین حرفم این است که من چه عرض کردم 2-3 ساعتو خالی کنید براش، حتی سر کار نرید، بگید پسرم بشین تو چی میدونی. چون به دو دلیل، یکی این که معلوم نیست شاید کسی دست بهش زده و مسائلی مطرحه، دوم این که سوال این است که تو چی میدونی. بعد هر چی اون میدونه درستاشو تایید کنید، یه ذره دانشو تو هم زمینه بیشتر کنید و بهش هم بگید حتما بیا با هم صحبت کنیم. خیلی هم خوب شد. من خاطرم از پسر بزرگم وقتی راجع به این موضوع صحبت کردیم، اصلا به عنوان یه رازی بین من و خودش میدونست. گفتم هر وقت دو سه دفعه بیا بریم تو من برام بس که ما بریم بشینیم با هم حرف بزنیم. یعنی مهمش اینه که اصلا قرار نیست غلط بگید، اصلا قرار نیست که حرفی نامناسب بزنید، ولی شما نمیتونید بچه بی صبر کن 20 سالت میشه خودت میفهمی. اشکال کار مسائل تربیتی اینه ارباب جناب فروزنده هست. بله من فقط یک اولا شما حالا روی برنامه‌های رادیویتون که برنامه دارن آقای دکتر اوراکویی، یه طرف اینکه ما میشینیم گوش میدیم از توش سوال در میاریم و یه چیز پیدا میکنیم برای اینکه دکتر اوراکویی رو بیشتر وادار به صحبت کردن بکنیم، اینم یه بحث تازه است برای در حاشیه برنامه‌های شما. ولی یه مسئله پیدا کردم، شما با هم خیلی رفیقین، یعنی من هیچ توفیقی پیدا نمی‌کنم. من 2-3 جلسه قبل به شما گفتم
دکتر یه جوری حرف زده که من با فلانی اختلافات اساسی دارم، ببر هم من حسابشو برسم شما برنامه تو خوب بشه. یه همچی برنامه بورینگ و سر سر نه بورینگ، نه کسی کافیست که یه ذره به آرشیو کارهایی که دکتر هلاکویی لطف داشتن با من انجام دادن مراجعه کنه، متوجه اختلاف نظرات و اشتراک نظرات میشن. بله، ولی الان چندین جلسه هست من میبینم که شما در بسیاری از موارد اختلاف اساسی با دکتر هلاکویی من 95% باش، من مشکلم با خدای ایشونه که اینم در اصلا اون... یه جایی گذاشتنش که دیگه نمیشه دستش زد. حالا اونم یواش یواش حل میشه. اینطور به هر حال شما اگر فکر کردید اختلاف میندازید و حکومت میکنید در این مورد از این خبران نیست دیدیم که حکومتت رو ازتون گرفت. نه پس بهتره که با هر دوتون بسازم. به هر حال ببینید هوشتون داره زیاد میشه. بله، من اینو از دکتر شاپور راسخ یاد گرفتم که وقتی نمیتونی با حریفت بجنگی باهاش بساز. این مسئله آمریکایی هست. من از استادم دکتر راسخ گرفتم. هفته گذشته در برنامه، در شروع برنامه، من خواستم یه مچگیری بکنم از آقای دکتر هلاکویی و بعد شروع کردم به سندی رو اشاره کردن در مجموعه علم و شبه علم جناب دکتر هلاکویی و جناب نیری و آقای هیدرزاده. دکتر هیدرزاده. بله، که دعوتتون میکنم اگر مایل باشید این مجموعه رو حتما گوش بدید و سخنرانی های همه دوستان. لطفا فهم بگید اول بخرنش. کار خوبی میکنه اگه بخرن سی دی رو. به هر حال اول گوش بدید، بعد حالا شاید تو این جریان خریدن ایده‌ای هم گوش دادن ایده‌ای هم بخرن دیگه. بل بخرید و گوش بدید آقا. سودش به من نمیرسه، ولی برای من باعث تأسفه که از بین همه کارهای دکتر هلاکویی این کار کمترین استقبال رو داشته در بین من. وارد اون بحث نمیشیم، برای اینکه من با نظر شما تفاوت نظر دارم. مسائل علمی اونم در این حدی که شما در اون سودیا مطرح کردین قاعدتا یه قشر خاصی گوش میدن. اشکال کار دقیقا همینه آقای فروزنده. میدونم شما الان میخواین یه مسئله مهم نمیشه فهم مسئله من الان از ایران به من خبر دادن که تمایل بسیار زیادی بین زنان خانداری که اینها قراره نسل آینده ای ایران رو بسازن ایجاد شده که برن زبان ترکی استانبولی رو یاد بگیرن. 83% متقاضیان یادگیری زبان ترکی استانبولی زنان خانداری هستن که میخوان بفهمن تو این سریال های بی محتوای ترکی داره چی میگذره. من اشکالم از اونه، برای اینکه دارم احساس میکنم یک نسلی در آینده قراره اینها تربیتشون کنن. به قول کریستوفر هیچینز متفکر بزرگ آمریکایی میگه اگر ما میخوایم فقر از کل دنیا بره باید زنها توانمند بشن. دکتر من از تعجب شما تعجب میکنم. در همین ایالات متحده آمریکا هم نسبت توجه به مسائل علمی از طریق درصدش خیلی فرق میکنه. درصدش ما تو یک درصد هستیم که جامعه ناسالم داره. درصدش مهمه. و یعنی بله مشخصا شما توجه ساکتی. برای که اینقدر ایشون از من جانبداری و طرفداری کردن من دیگه اصلا لازم نیست. نه بله، من در واقع یه نوع مچگیری خواستم بکنم از دکتر هلاکویی و نقل قولی رو نسبت دادم به ایشون در سی دی هشتم مجموعه علم و شبه علم که وقتی مجدداً برای چند بار بهش گوش کردم حقیقتش نظر من در اونجا درست نبود و این روی سی دی علم و شبه علم نبود. من گفتم در اونجا که آقای دکتر شما گفتید که دکارت میگه من وقتی که از صبح از خواب بلند میشم خدا تو ذهنمه. این یه همچین جمله‌ای رو من گفتم و این چطوری میشه آدم عالم باشه مثل دکارت و صبح که از خواب بلند میشه به اصطلاح خدا تو ذهنش باشه؟ گوش کردم حقیقت چه بخواهی دیشب تا ساعت یک بعد از این شب کلمه به کلمه رو گوش کردم 3 بار یا 4 بار که اینو پیدا کنم و پیدا نکردم. این اون دقایق رو که دکتر هلاکویی از دکارت یاد میکنه الان برای شما پخش میکنم. درسته که دارم اعتراف میکنم به اشتباه در برداشتم، ولی من این حرف ها دکتر هلاکویی شنیدم. اگر روی این سی دی نبوده حتما در یکی از به اصطلاح برنامه های ایشون تعدادش هم زیاده و گوش میکنم این رو شنیدم.
دست بر نمیدارم از جستجوم تا این رو پیدا بکنم. ولی به هر حال نظرم در اون مورد درست نبوده و به اتفاق دوستان با هم این دو سه دقیقه رو گوش میکنیم تا ببینیم در اصل دکتر هراکویی چه چیزی رو گفتن. با هم گوش میکنیم. من به وجود روح باور دارم، اما خدای من خدایی است که باور من این است که اگر او هست و من هستم، برای اینکه دو چیز هم دیگر رو درک بکنن، این دو چیز باید وجود داشته باشن. در بحثی که راجع به خدا هست، ما در رتبه خدا وجودی نداریم که او رو درک کنیم. بنابراین من فرضم از نظر خدا اینه که من میفهمم که چرا نباید بفهمم و من میدونم که چرا نباید بدونم، زیرا خدایی که به ذهن من اومد از من کوچکتر و کمتره. پس من به خدایی باور دارم و این از کجا آمده؟ بحثی است که دکارت میکنه و بحثی است که میشه صحبت کرد که این حس و احساس و انسان داره درباره خدا. شما ندارید عزیزید، خودتون عزیزید، عقیدتون هم محترم. هرگز 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 هم به کسی که باور به وجود خدا نداره، برای من فرقی با کسی که خدا رو قبول داره نداره. ولی منم ولی میدونم حوزه و حریم من کجاست. دکارتش کجا بود؟ چرا دکارتو ذکر کردن؟ میخواید دوباره بذاریم؟ نه، بذار من عرض کنم که حرف دکارتو دفعه قبل هم عرض کردم. دکارت معتقد آنچه که در ذهن منه رو کنکاش میکنم. بعد از اینکه عدد رو حل کردم و سرما و گرما رو حل کردم و پدیدهای مادی رو حل کردم، به یه تصوری و یا حسی میرسم در مورد خدا که من این از راهی که به من رسیده باشه او داره میگه، نمیبینم. بنابراین این فکر رو یا این حس و احساس رو او باید در من گذاشته باشه. بنابراین عرضم کردم که در حقیقت حس و احساس و فکر به خدا از نظر دکارت نتیجه وجود اوست که در ما گذاشته و همین. اما دیگه صبح و زور شب نبود. عرضی هم که اینجا کردم اتفاق مهمه، چون اینو چون اشاره شد، وقتی دو چیز میخوان همدیگر رو، در بحث فلسفی است، دو چیز میخوان همدیگر رو درک کنن، هر دو باید وجود داشته باشن. کسانی که بحث خدا رو میکنن، چون برای کسانی که میخوان خدا رو اثبات کنن، نه کسی که به خدا باور نداره، کسانی که معتقدن که انسان میخواد به شناخت خدا برسه، فرض این که دو چیز یا یه چیز یه چیز دیگه درک کنن، باید هر دو وجود داشته باشه. از نظر مذهبیون ما در رتبه خدا وجود نداریم. بنابراین چون در رتبه خدا نیستیم، هرگز امکان شناختش هم نیست. بنابراین بحث اون اینه که یعنی برای وجود ما احتیاج به این داریم که هر دو موجود باشن. در رتبه خدایی انسان وجود نداره، پس بنابراین چیزی که وجود نداره که بخواد او رو بشناسه. به همجرد بود که چرس کردم، گفتم اگر تو زمینه فلسفی و عقلی تو این بحث ها پیش بریم، با اونجا میرسیم که چرا نباید بدونیم، چرا نباید بفهمیم، اگر باشه. اگر نیست که نیست، و اگرم باشه برای اینکه اصلا انسان در اون حریم نیست، در اون حوزه نیست، و همونجور که ملاحظه فرمودید اون گفتگوی خیلی هم نمیستم اینجوری با اون هیجان دارم حرف میزنم. منم ازش گذشته چنم هیجان داشتیم. بعدم من این نکته رو خدمت بینندگان عرض کنم. این قسمت پاسخ هم برای قسمت آخر من جناب فروزنده فرمودن هفته گذشته، ولی من گرچه رفتم دفترم گفتم بریم هم بیارید، اما دوستان رو نگفتن یارم و نه اصلا ندیدم، ولی خیلی دارم میخواست برای که شما آنچه که فرمودید هم طور که اصلا پیدا میکنم. شما اصلا مطمئن باشید پیدا نخواهید کرد، ولی من خوشحال خواهم شد که شما یه مشغولیت پیدا کرد. به همسر گرامیتون عرض میکنم اگر به بهانه پیدا کردن این مطلب جناب فروزنده دارن عرض کنم به وظایف و مرغه نقش همسری نمی رسن. شما برنامه منو از دست من گرفتید، حالا روابط خانوادگی منم میخواید به هم بزنید. ما از طریق اختلافات شماست که زندگی خوبی داریم. اگر نباشه ما ماشین منو پولشو کی میده؟ جان فرزن خونه منو کی میده؟ بله ببینید، یه پرسش که برای من مطرحه با توجه به وقتی که در اختیار داریم، آیا ارتباطی هست جامعه هرچی به سوی علمی تر شدن پیش میره، آیا حضور و وجود خدا و فلسفه توش کمتر نمیشه؟ فلسفه که من فکر نمی کنم، بستگی داره چه جنبه های فلسفی رو داریم میگیم. چون اصولا بیشتر شاید دیده من بیشتر به مذهب و دینه. کار علم پاسخ دادن به چگونه هاست، فلسفه کارش پاسخ دادن به چرا هاست. در نتیجه متفاوتن این از هم دیگه. این که چرا عالم وجود داره با اینکه چگونه عالم به وجود اومده دوتا پرسش کاملا متفاوتیه. یکی اون یکی فلسفه است، این یکی علمه. یک جاهایی هست که البته اینها اشتراکاتی پیدا میکنن در یک زمینه های بیشتر، در یک زمینه های کمتر. ولی من چیزی که میتونم بگم این است که هرچقدر جامعه علمی تر شده، خرافات از توش کمتر شده. و حالا اون خرافات چه خرافات دینی باشه چه خرافات فرهنگی باشه،
فرقی نمیکنه. و مثالش هم زیاده، قرنهای متمادی بشر فکر میکرده اگر زلزله ای میاد، سیلی میاد، خشم خدایانه. اگر که خورشید گرفته میشد تا مدت ها فکر میکردن این اژدهایی است که اومده خورشید رو بلعیده، بعد به تب میزدن که بتونه این اژدها از ترسش خورشید رو برگردونه. خب علم اینها رو برای ما حل کرده. درسته که همچنان یک سری هستن که در عصر پارین سنگی دارن زندگی میکنن و فکر میکنن زلزله به علت این است که کسی اون فرشته ها تناویر اون پایین دارن تکون میدن، ولی واقعیتش این هست که علم پاسخ بسیاری و چیزها رو پیدا کرده و عملا احتیاج برای یک ایجنت، برای یک عامل فراطبیعی رو داره از بین میبره. بسیاری از گفته هایی که حالا فیلسوفان ما منظورم فیلسوفان بشریست عنوان کردن، این هست که من فکر میکنم بسیاری از اونها رو پاسخ شما در آینده در رشته های علوم عصبی و مغز خواهیم شناخت. بسیاری از رفتارهای ناشناخته ما، بسیاری از مسائلی که الان در روانشناسی مطرحه و ما براش پاسخی نداریم، اینها رو نوروساینس حتما در 100 سال آینده اگر ما همچنان در زمین باقی بمونیم بهش پاسخهای بسیار قوی علمی خواهد داد و بسیاری از مسائل رو برای ما حل خواهد کرد. ما متوجه شدیم که برعکس اون چیزی که بسیاری فکر میکردن، این باور به این که فرض کنین یک عامل، یک ایجنت نهانی وجود داره پشت سر بسیاری از مسائل، در بسیاری از پرندگان هم وجود داره، فقط مختص به انسان ها نیست. بنابراین ما داره من دانشمون زیادتر میشه. ما متوجه شدیم که نوع فرض کنین باورهای مذهبی ما با مشخصاتی که از تصویر برداری FMRI Functional MRI که نشون میده چه نقاطی از مغز فعال میشن، متخصصین دانشگاه ییل نشون دادن که در همون زمینه هایی که مغز در اون بخش هایی فعال میشه که شما یک اعتیادی به یک چیز دیگه ای دارید، یعنی این دوتا تقریبا یک جور عمل میکنن، یک نوع اعتیاده. و من هنوزم فکر میکنم بسیاری از باورهای ما به مسائل فراطبیعی فرازمینی برای اون خوشنودی روانی و اون ترسی است که ما از تنها بودنمون داریم، ندانستن آیندهمون داریم، و از همه مهمتر به قول فروید میگه تا زمانی که مرگ هست خدا هم هست. این یک مسئله بسیار مهم روانی است که بشر باهاش سر کار داشته. یعنی سال 2045 که سال نامیرایی انسان تعیین شده، به اونجایی میرسیم که میشه جلوی مرگ رو گرفت، سالی است که خدا یواش یواش من فکر میکنم اگه مسئله مرگ حل بشه بسیاری از مسائل اعتقادی و باوری حل خواهد. ببینید مطلبی که آقای دکتر نیری میفرمان شما بهش اشاره کردید، بذارید واقع بینانه نگاه کنید. شما برگردید به 500 سال به قبل، 99% مردم بی سواد، یعنی حتی سواد خوندن نوشتن نداره. ما واقعا با 1-2% آشنا به کتابت روبروی. و شما بپذیرید حتی در قرن 21 شما یه کسی باشید که خوندن نوشتن ندونید، به من بگید چی از دنیا میدونید. برامی نریم بی خودی گذشتگان رو یه چیز عجیب و غریب کنیم. این 1000 سال قبلی ها، 2000 سال قبلی ها، از هر 10,000 تاشون یکشون خوندن نوشتن بلد نبود. بنابراین وقتی آدم خواندن نوشتن بلد نیست، تازه دایره علمی هم که اونجا بوده چقدر محدود بوده. نگاه کنید به فیزیک اون زمان، شیمی اون زمان، پزشکی اون زمان، ملاحظه خواهید فرمود که خیلی خیلی کمه. حالا در این دنیای پر از جهل و نادانی شما با مشکلات جدی روبرو هستید که دفعه طاعون میاد نصف جمعیت رو میبره، وبا میاد میبره، قحطی میاد نابود میکنه، یعنی یه سرزمین مثل فرض کنید هندوستان رو برای مدت‌ها اصلا از سکنه خالی میکنه. شما در یه جایی که از یه طرف جهل دارید و از جانب دیگه وحشت، بعدن یه مغزی دارید که پیاژه ما نشون میده از 8 ماهگی کودک به دنبال علیت و با علیت آروم میگیره، یعنی همینقدر که فکر کنه علت رو فهمید احساس امنیت میکنه. حتی در بحث‌های علمی گفته میشه که کودک در مقابل 2 راه قرار میگیره در مثلا 2.5-3 سالگی، یکی اینکه خدای خوب مهربانی وجود داره و من بنده گناهکارشم، یکی خدای خوب و مهربانی وجود نداره. بچه حتما اولی رو انتخاب میکنه برای که با این میتونه آرامش پیدا کنه، درست مثل بچه‌ای که میگه بابا تو بیا تو اتاق بخواب، تو اینجا باش، یا همینقدر که صداشون رو بشنون.
همینقدر که دست بذاره روشون بگیرن بخوابن. بنابراین شما با دو تا عنصر روبرو هستید، جهل و ترس، و باید پذیرفت. بیشتر از 90-95% مردم دنیای امروز باورهای مذهبیشون به جهل و ترسشون مرتبط. هرچی جهل بیشتره و ترس بیشتره، باورها و اعتقادات شدیدتره. و بنابراین شما روزی که آمدید برای موضوعی مختلف مشکل حل کردید، گرفتار نمیشید. ببینید جواب فروزنده، شما نگاه کنید به هندوستان. هندوستان یک کشوری است که مردم با دو چیز میتونستن زندگی کنن، یکی با شیر گاو، برای که حتی اول سال 1900 نزدیک 150 میلیون گاو ماده اینا داشتن، و یه نوع موز کوچکی است که من دیدم که میتونه کمکشون کنه. بنابراین وقتی اومدن گفتن گاو مقدسه، چه کردن؟ سبب شدن کسی گاو رو نکشه. گاو رو نکشتن، از شیرش استفاده کردن، زنده موند. یعنی دلیل اصلی و اساسی این که گاو در هندوستان مقدس میشه، هیچ چیزی از هیچ جایی نیست، برای که بزرگترین نقشو داره، برای که این مردم تو قحطی‌های 30-40-50 ساله از بین دارن. یه تجربه است. اسکیموها چرا وقتی که در گذشته، نه اخیراً، کسی راه نیفته، شما اونجا میرفتید زنشون رو در اختیار شما میذاشتن، برای که برای مدت 300 سال به دلیل سرمایه شدید آنچنان در هم ازدواج کردن که از هر 5 تا بچه اسکیمو بر اساس برخی از آن 4 تاشون ریتاردد بودن، برای که ازدواج تو ازدواج بود. اینا وقتی که یه غریبه میامد میذاشتن با زنشون بخواب، اقلا بچه سالم داشته باشن. بنابراین شما در اونجا به مهمون نوازی اسکیمو نمیتونید توجه کنید. یعنی شما در اینجا با یه واقعیتی روبرو هست. این چرا ما دست میدیم؟ برای که در گذشته مردم به هم میرسن به هم خنجر میزنن، دست که میدیم نشانه عدم اعتماده. حالا اسمشو گذاشتیم دوستی. به چه اون اسباب ظرف شرابشون رو به هم میزنن؟ برای که در گذشته غذا رو شما مسموم کردین من بخورم، شرطش بود که غذا رو مخلوط کنیم، من غذامو تو غذای شما، نوشیدنی شما تو نوشیدنی خودم میریختم، که اگه شما قصد کشتن من دارید نتونین این کارو بکنید. بنابراین این به سلامتی، یعنی من به تو اعتماد ندارم. حالا برای ما مونده. بنابراین شما از یه دنیایی ما داریم میاییم که پر از جهل و ترس بوده، و حرف مارکس درسته که برای این مردم این مذهب افیونشونه، آرومشون میکنه، بیدردشون میکنه، بیهستشون بیهساسشون میکنه. شما من میفرمایید که 90-95% مردم دنیای امروز باورها و اعتقادات مذهبیشون از کجا میاد؟ از ترسشون و جهلشونه. نمیخوام بگم آدمای عالم و آدمای در حقیقت که با امنیت و آرامش هستن این باور رو ندارن، ولی عرض من اینجاست. یعنی این گرفتاری است که شما دارید. به همین جهته که شما پر از تضاد مجبورید حرف بزنید در سیستم‌های مذهبی. شما معتقدید که خدا شفا داد، یکی نیست برگرده بگه بیماری رو کی داد، کی بیماری رو مقرر داشت. و پارسال اتفاقا یادش رفت شفا بده، 82 میلیون چون شفا نداد مردن. مسئول کیه؟ یه روز باران میاد رحمت الهی است، دو روز میاد رحمت الهی، سیل میشه شد قهر طبیعت. ای بابا چطور شد روز اول رحمت الهی بود بعد زحمت الهی نشد؟ چرا؟ برای که ما با دائما یه سیستمی رو بتراشیم که از توش یه چیز خوبی در بیاریم. هیچ کس نمیگه موجب مرگ ما که شما اشاره فرمودید بیماری است. حالا چرا ما چسبیدیم به شفای او؟ چرا یه دنیایی درست نشد که توش بیماری یا مرگ نباشه؟ به من میتونیم بگید این فضولی ها به تو نیومده، برو اون دنیا بعد بپرس شاید جواب داشت باشیم. میفهممش، اعتراضی هم ندارم. میخوام بگم این باورها و اعتقادات پر از تضاد و تناقض، و آدم ها حاضر نیستن راجبش هم فکر بکنن، برای که از این طریق آروم میگیرن. شما وقتی که مهندسید، وقتی که دندان پزشکی، وقتی که فرض کنید تخصص های دیگه دارید، میدونید جهان علم چگونه حرکت میکنه، منتظر نیست اتفاق بیفته. بنده هیچ وقت نشده وقتی بنزینم تموم میشه فکر کنم خدایا بنزین ما تموم نشه، یه فکری بکن ما بنزین مصرف نکنیم، یکی دو تا گالون بنزین بریز تو ماشین ما، ما رو برسون، والله میخوام برم یه کار خوبی بکنم در راه توه، که البته نیست. آخه قربونتون، روزی که شما دیگه این افکار صبح تو رو تو زندگیتون نمیارید، ماجرای تکلیف بنزینتون روشنه، تکلیف غذاتون روشنه، خب معلومه در یه همچین دنیایی شما یه کسی رو وارد سیستم نمیکنید. در گذشته وقتی شما سفر میرفتید ما چه میکردیم؟ اولا گریه میکردیم، بعد دنبال اتوبوس میدویدیم، بعد دنبال قطار میدویدیم، بعد حالا بقیه میامدن ما رو دلداری میدادن. چرا؟ برای که مردم سفر میرفتن غالب اوقات بر نمیگشت، برای که تو را دوز بود، مرگ بود. آدمی هم که میرفت دل میکند و میرفت، مسائلی داشت، احتمال برگشت. ولی در دنیای امروز شما هم تمام در شهر لس آنجلس صبح تو ما تو فرودگاهیم که کی میره کی برمیگرده. ما یه روزی در ایران تا میگفتن که بخواد بره سفر با راهی فرودگاه مهرآباد میشد.
همه اون میرفتیم برای خداحافظی. شما به من بفرمایید آیا در امریکا مردم برای این ورون ور رفتن صبح تا غروب همه دارن تو فرودگاه میرسن، همه ها باید بریم تو فرودگاه بشینیم، برای که روزی 100 نفر از آشنایان عزیزان ما دارن میرن، 100 نفر هم میان میان، ما کاری غیر از فرودگاه نداریم. تموم شد عزیز. و به همین جاست که ما تو دنیایی هستیم که این علمی که شما میفرمایید به من شما روابط علت و معلول نشون قضا میخواهید، راهشینه رانندگی میخواهید، تکلیفش روشنه. بنابراین ما اینا صبح تا غروب دخالت نیروهای پنهان و موجودات پنهانی کجا باقی مونده؟ اونجایی که ذره مبهمه، اونجایی که تشخیص نمیتونیم بدیم، اونجایی که گیر و گرفتاریم. و ضمن نمیخوام وارد این بحث بشم، وقتی تولد تا 14 ماه آسیب می‌بینیم، وقتی 3 تا 6 سال آسیب می‌بینیم، یه ذهنیت ماجیکال تینکینگ پیدا می‌کنیم که آسیبی که آقای دکتر اشاره کردن وجود داره. مغز به جایی که استدلال درست بکنه نمی‌کنه. یعنی هر وقت شما بهش جمع دادید کسی که 3 تا 6 سال آسیب خورده زرد می‌کنه، بهش گفت 2 به اضافه 3 میشه 6، 4 به اضافه 5 میگه 20، 8 به اضافه 3 میگه 24. مغز همیشه جمع و ضرب می‌کنه، هیچ کارش هم نمی‌تونید بکنید، پاشم محکم ایستاده. اوهام و خرافات از همینجا میاد. یعنی من یه ذهنیتی دارم که موضوعا رو به گونه دیگری استدلال میکنم و این دستگاه مغز من یه جور دیگه مسائل تجزیه و تحلیل میکنه. و همینجاست که گرفتار میشم. شما نظری دارید؟ من اول گفتم نظرم، آقای دکتر تکمیلش کردن. من فکر میکنم که فقط آقای دکتر شما دارید میفرمایید که اگه درست فهمیده باشم جامعه این که از نظر درجه علمی در نسبت بالاتری قرار داره، جامعه ایست که احساس سعادت و خوشبختی درش بیشتره. اون یه بحث دیگه. آیا عالم باز ببخشید چون ما اینجا مشکل داریم، منظورتون از عالم کیه؟ همین شما ساینتیست. ساینتیست منظورتون مثلا شما. برای اینکه این باید مشخص بشه، نه این خیلی مهمه. نه شما نه خیر عالم فقه نمیگم، اونا رو اونا همیشه خوشبختن اصلا خیلی راحته. ولی شما از آگاهیتون به طب آگاهی دارید، عنوان یک صاحب نظر فیزیک نظری آگاهی هایی دارید نسبت به جهان هستی و اونچه که در این جهان میگذره، در این کائنات میگذره. شما احساس خوشبختیتون میتونه چجوری بیان کنم بیشتره؟ یعنی شما راحت تر زندگی میکنید، احساس سعادت پاسخ حتماً. فقط چون در اینجا دو سه توقع بازی میشه، نمیگم هستاری، یکی میگه بگیم گذشته ها وای چهارش خوب بوده که اصلا نبوده. شما نگاه کنید به کتابا میتونید بفهمید. دوم بیاد اینجا شما منو در مقابل 100 تا مسئله روز قرمی که در گذشته 10 تا بوده. ولی شما اگر به من میفرمایید، معلومه اگر شما دانش و آگاهی دارید، امنیتتون، آرامشتون، احساس قانونمندی جهان، وجود نظم در جهان، ترتیب در جهان معلوم بشه. یعنی آگاهی با سعادت و خوشبختی رابطه کاملا مرتبطه. به همجاست که امروز اولین کشور خوشبخت دنیا دانمارک. الان شما 10 تا که اولین کشوری که بهسیستی یا هپینس شون اول غیر از باهاماس، 9 تاشون کشورهای اروپای شمالی هستند. چرا انقدر خودکشی داره؟ علتش که منطقه اولا اونقدر بالا نیست، منطقه شمال هستن، مسئله افسردگیشونه که به خاطر نبودن نور خورشیده. اینی که الان تو بیمارستان ها 24 ساعت چراغ ها روشنن، ماجرای اون سیزنالیست که مربوط به اونه. ولانه که من میخوام یک چیز دیگه هم اضافه کنم علاوه بر اون چیزایی که دکتر هلاکویی گفتن. من فکر میکنم یکی از مهمترین چیزهایی که برای یک جامعه علمی به وجود میاد این آزادگیه، که شما یک حس استقلال فکری دارید که در حالتی که این جامعه علمی نباشه این آزادگی وجود نداره. و از همه مهمتر به نظر من یک جامعه علمی دوچار مشکل تقدسگرایی نیست. یعنی یک جامعه علمی هیچ چیز رو به شکل ببینید شما نگاه کنید، مثلا میگم الان به علت دوران روشنگری که اروپا گذرونده و حالا تا حدی هم به آمریکا رسیده، شما نگاه کنید که جهان مسیحیت با انتقاد از شخص اول جهان مسیحیت که مسیح باشه چه برخوردی رو میکنه، جهان اسلام رو نگاه بکنید به چه شکلیه. این برای اینکه اینها اون دوره انقلاب‌های فکری و علمی رو گذروندن. این به نظر من یک نکته بسیار مهمیه که شما از جامعه یک جور تقدس صدایی کنید. من زمانی که میدونم ممکن خیلی از حرف من خوشون نیاد، ولی اصولا زمانی که صحبت از سرزمین مقدس میشه، پرچم مقدس میشه، دین مقدس میشه، من خیلی وحشت میکنم، چون هر کدوم از این مقدس‌ها یعنی اجازه قربانی کردن یک عده‌ای به این نام‌ها.
در علم ما هیچ چیز مقدس نداریم، نه خدا داریم توش، نه پیغمبر داریم. و همونطوری که دکتر هلاکویی هم دفعه پیش درستی اشاره کردن، اصلا وظیفه شما به عنوان یک طالب علم، علم معنای ساینس، یک متخصص علوم، این هست که حتما گذشتگانتون رو به زیر بکشید، به پایین بکشید. اگر این کارو نکنید اصلا شما یک دانشمند خوب نیستید، یک متخصص علوم خوب نیستین. این اولین چیزیست که شما این فرهنگ رو باید بتونید منتقل کنید به کسانی که دانشجوی این رشته ها هستن، و این به نظر من حسنیست که در یک جامعه علمی به وجود میاد. خب به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. اگر موافق باشید در برنامه آینده دو تا مطلب رو بهش بپردازیم. یکیش رابطه علم و آزادی. اگر علاقمند باشید جناب عالی، چون این لبخندتون و نگاهتون معنی داره. بنده چون مطمئنم موضوع چیز دیگه میشه بنا. خدا من براش بعد از سه جلسه قرار بود که راجع به اخلاقیات صحبت کنیم، اخلاقش نرسیدیم. بعد هر کار دوست دارید، بنده که میام اینجا خدمتتونم، فقط آماده ام برای سورپرایز و مطلب تازه جالب. دو بارم هست که ما سورپرایزتون میکنیم، بعد توضیحاتی که میدید بعدم مسائل روشن‌تر میکنه. امیدوارم. به هر حال بنده در خدمتتون هستم. بعد ببین هر چی شد دیگه شما تصمیم بگیرید. نه شما چی رو ترجیح میدید؟ نه اصلا برای من فرقی نمیکنه. بسیار. و بعدم یه مقدار زیادی در این جلسات پرسش مطرح شده از سوی یه زمانی اختصاص بدین. میخوام هفته آینده بگید تمام سوالا شما بدون که به ما بگید. من میخوام بینندگان بدونن که من نمیخوام بدونم. نه شما وقت دارید که گوش بدید، من یه ساعت سوال براتون بخونم. ولی پیشنهاد خیلی خوبیه. میخواین اصلا جلسه آینده فقط پاسخ به پرسش ها باشه؟ بسیار. این کارو خواهیم کرد، چون هم روی ایمیل من تعداد زیادی پرسش هست، هم روی تکس خیلی پرسش هست، به اون بپردازیم. به هر حال وجود شما و شما هر دو بسیار پربرکته و بسیار با ارزشه. من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، اگرچه بعضی وقتا آقای دکتر هلاکویی مثل امروز کنترل جریان رو به دست میگیرن، ولی مطمئن باشید دفعه بعد این اتفاق نمیفته. سپاسگزارم دکتر. سپاسگزارم آقای دکتر. خواهش می‌کنم. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام.